سلام دوستان با آموزش نگارش علمی با استفاده نرم افزار مایکروسافت ورد در خدمتتون هستیم در جلسه قبل ما مروری داشتیم بر خود نرم افزار مایکروسافت ورد و گفتیم که چطور میتونیم درست بنویسیم توی این نرم افزار حالا میخوایم تو این جلسه در مورد ساختار یک مقاله صحبت کنیم و بگیم اگر بخوایم مقاله ای رو بنویسیم چه اصول نگارشی رو باید براش رایت بکنیم و چه عنوانهایی رو توی اون داشته باشیم مقالات و نگارش های علمی از یک ساختار نسبتاً عمومی استفاده پیروی میکنن که ما باید اون ساختار رو توی مقالاتمون به صورت کلی داشته باشیم چرا میگم به صورت کلی؟ چون ممکنه بعضی جاها دو تا عنوان رو یکی کرده باشیم اما از طریق نحوه نوشتارمون خب اون تمایز باز ایجاد شده باشه و برای خواننده شفاف باشه به خاطر همین من تو این جلسه دو تا مبحث رو براتون میگم یکی اینکه توی یک مقاله که میخوایم بنویسیم چه مواردی رو باید ذکر کنیم و داشته باشیم و دوم که چطور از استایل ها میتونیم استفاده کنیم استایل ها که توی این قسمت بالای مایکروسافت ورد ببینیم ابزاری هست که در اختیار من قرار داده مایکروسافت ورد که با تنظیماتی که توی این استایل ها توی این بخش قرار میدیم میتونیم عنوان های مختلف رو با اندازه های مختلف و حالا مشخصات مختلف تعریف بکنیم به طور مثال این الان عنوان مطلبی هست که من نوشتم و به عنوان تایتل اینجا شناسایی میشه اگر من بخوام اینو بازتر کنم از اینجا میتونم ببینم که این تایتل هستش من تعریف کردم با سه نرم افزار ماکروسافت ورد که تایتل نوشته من الان این جمله هستش و هیدینگ یک عنوان یک هستش حالا من اینجا کاملتر میتونم اینا رو ببینم توی این قسمت هیدینگ یک رو تعریف میکنم و میگم عنوان اول من این هستش و در هیدینگ دو که زیر مجموعی از هیدینگ یک هستش زیر عنوانم رو مشخص کردم من میتونم تا اونجایی که دوست داشته باشم عنوان و زیر عنوان داشته باشم به طور مثال هیدینگ سه که توی این حالا نوشته نداریم و تا هیدینگ دو رفتیم هم میشه تعریف کرد هیدینگ چهار پنج و الی آخر میتونیم بسازیم انواع اقسام نوشته هایی که توی یک ماکروسافت توی یک حالا ورد نوشتیم میتونه از استایل های مختلفی تشکیل شده باشه اگر به طور مثال نرمال خود یک استاندارد هستش که اینجا میتونیم ببینیم که من نوشته های معمولیمو به صورت نرمال نوشتم و اینجا به طور مثال این عنوان تصویر من از چیزی به نام کپشن پیروی کرده و الان تو اینجا من نمیتونم اون استایل رو ببینم میتونم تو این قسمت منیجر استایل رو بزنم و کپشن رو پیدا کنم اوکی این الان تمامی استایل های تعریف شده واسه مایکروسافت ورد هستش که حالا توی اینجا من نمیخواستم کپشن ها رو تعریف کنم مثل اینکه بخاطر همین رو نرمال قرار دادم و خودم دستی تغییر دادم که تو جلسه بعد وقتی که من در مورد نحوه قرار دادن تصویر و ایمیج و جدول دارم تو مایکروسافت ورد صحبت میکنم استایل کپشن رو هم حتما بهتون خواهم گفت خب بیایم از اول شروع کنیم اول یک توضیح کوتاهی نه بذارید با هم اصلا بریم جدا جدا نگیم خب هر مقاله‌ای که می نویسین عنوان یا تایتل داره تایتل اینجا من توضیح دادم که چه ویژگی باید داشته باشه یه بررسی کلی کردم و نتیجه اون رو اووردم براتون اینجا که حالا در وقتی که این ویدیو رو دیدین میتونین این فایل ورد رو دانلود کنین و ازش استفاده کنین و استایل ها رو ببینین و خود این مطالب رو بخونین که مفید هستش و همچنین خود این رو هم تهیه کنین پیشنهاد میکنم که به عنوان یک تمرین براتون باشه با سه ها خب عنوان مقاله باید کوتاه باشه ولی نه اونقدر که اصلا متوجه نشیم که این مقاله در چه خصوص هست عنوان مقاله چیزی است که اول مقاله یعنی هر شخصی که میخواد مقاله رو بخونه اول از همه جلب توجه میکنه سرش پس باید طوری باشه که سوال اصلی تو مقاله رو پاسخ بده و بگه این مقاله برای چی هست علت وجودی مقاله برای چی هست و برای چی به ایجاد شده خب تایتل یک مقاله حالا فرض کنید این تایتل همین مقاله هست که من نوشتم از توی استایل ها من تایتل رو انتخاب میکنم اگر یک نرم افزار ورد عادی رو باز کنیم نمیشتم خب اینجا بلنک همین ورد عادی راست چینش میکنم فارسی با مثلا عنوان مقاله میبینید که هیچ شیپی نداره یه حالتش این بودش که من میرفتم اینجا فونتمو عوض میکردم وسط چین میکردم و غیره که نمیخوایم از این استفاده کنم میخواییم استایل بسش تعریف کنیم استایل ها چرا بهتره که استایل تعریف بکنیم دو حالت یعنی خب زیادی داره یکی اینکه من میتونم به طور مثال نرمال رو کلا سلکت کنم هر چی که با استایل نرمال نوشته شده رو سلکت میکنه و تغییراتی که میخوامو اعمال میکنم واسه تمامی مواردی که نرمال من عنوان هام میخوام رنگش رو بشه خب سلکت میکنم عنوان یک هم و هر چی که با عنوان یک هست سلکت میشه و میام حالا رنگش رو عوض میکنم و غیره یکی از خوبی اینه خوبی دوم این که من میتونم فهرست مطالب اول صفحه میجاد ایجاد کنم بدون اینکه خودم بشینم تایپش کنم که حالا تو آخر این کلاس بهتون نشون میدم چون اینجا مقاله کوتاه بودش معنی نداشت که فهرست بزنم و اصلا توی مقالات ما فهرست نمیذاریم بخاطر من ننوشتم ولی بهتون نشون خواهم داد و خب مثلا توی ویو اگر بریم یه نویگیشن پن داره که من میتونم تمام تایتل هایی که تعریف کردم اینجا ببینم و به راحتی برم تو اون قسمتی که میخوام خب پس بهتری که واسه ورد تعریف بکنیم که عنوان من کدومه یعنی تیتر من کدوم هست عنوان من کدوم از دیر عنوان ها کدوم هست و کپشن ها یعنی عنوان تصویر و غیر کدوم هستش که حالا دیتیل تر بعدا میبینیم خب حالا چطور میتونم اینها رو تعریف کنم همه اینا تو استایل ها هستش من استایل تایتل رو که بذارم پیش ورد به این شکل هستش با تایم نیو رومنز 28 که اولش میاد و با این نو خب من وقتی که کلیک راست کنم و مودیفای رو بزنم یه باکسی واسه من ایجاد میشه که میتونم تنظیمات اون رو درست کنم تو قسمت فرمت میرم توی فونت میگم اوکی باسه لاتین تمنی رومنز باش خب اما باسه حالا برگیه زبان ها که فارسی جزش هست بینازنی یا بیتیت باشه من بی تیتر رو واسه عنوان اصولا توصیه میکنم ولی اگه مقاله مینویسین سعی کنین همه رو با یک فونت بنویسین حالا واسه کتاب یا واسه خودتون که دارین چیزی بیتیتر تیتر به نظر من مناسب تر و همونطور که گفتین دو شماره انگلیسی باید کوچیکتر باشه و اینو باد میکنم چون این بی تیتر هست خودش پیش فرض باد هستش و رگولار نداره فونتش خب و اوکی میکنم. این از فونت بعد میرم پاراگرافش و تنظیماتش رو درست میکنم میخوام رایت تو لفت باشه ناکنی اینجا پیش فرض لفت رایت زده یعنی من الان دسترسی ندارم که رایت تو لفتش بکنم چرا؟ به خاطر اینکه اول از همه من باید استایل نرمالم رو درست کنم و من اومدم از تایتل دارم شروع کنم حالا وقت اینا همه از استایل های نرمال پیشفرزشون میخونن مگر اینکه خودمون دستی جداش کنیم که دو جدا نکردیمش الائمنتش رو جستیفاید میکنم خب میگم قبل از این پاراگرافم هم حدود 36 تا فاصله پی تی 36 پی تی فاصله و بعد از اونم 36 پی تی فاصله بذار بین لاینش هم هیچ فاصله نمیخواد خب این دونت add spaceش هم بر میدارم اوکی میکنم و حالا اینجا تنظیمات دیگه هم داره که بهتر خودتون بریم ببینیم ولی چیز خاصی نیستش و اوکی میکنم و میبینیم که فاصله میندازه از بالا فونت همو تغییر میده و عنوان مقاله یه چیز دیگه بهتره تایتل اصولا وسط چین باشه بخاطر من برمیگردم ناکنین استایل بیسش آن نورماله خب بخاطر بهتر اول نورمال رو تغییر بدیم بعد بیایم تایتل و عنوان ها رو میتونیم اینجا استایل بیسش هم عوض کنیم خب خودش هست دیگه واسه چی عوض کنیم فقط درستش میکنیم ببخشید توی پاراگراف میام و به جای جاستیفای سنتر میذارم خب که این وسط چی میشه این شد تایتل یک مقاله حالا در واقع من بهتون گفتم متنی که در اه بادی اه مقاله یا نوشتارمون نویسیم خب بر اساس اس استایل نرمال هستش و خب. خاطر ما باید اول استایل نرمالمون رو درست کنیم و دیگر استایل ها بر پایه نرمال ساخته می خب خب بخاطر این اول من استایل نرمال نا کنید اینجا هم اگه توجه کنین روی استایل نرمال خاکستری شده یعنی این بر اساس نرمال نوشته و نرمال الان آریال حالا راستشینش رو خودم کردم. و چپچینه در واقع مودیفای میکنم نا این قبل اینکه چیز مودیفای کنم الان استایل نرمال من گفتم تغییر داده بودم و چپچینش کرده بودم برفرض بیایم اینجا من بکنم اینم تازه بینازنی خب تا میبینیم که فونت اونم درست شد وقتی که برمیگرم اینجا نرمال رو میزنم دوباره برمیگرم به استایل اصلی که تعریف شده واسه چپ چپچین شده و آریال شده و غیره خب من مدیفایی میکنم اینو میرم تو قسمت فوند و اینو درست میکنم times new رومن رگولار یازده. من میخوام فونت فارسیم 14 باشه بر فرض وقتی چهارده باشه اینو دوزده این اینم بینا زنین چهارده میکنم اندازه فونت اینا خب دست خودمونه ولی مثلا من سعی میکنم مثلا نرمال 14 باشه خیلی جا خوبه 12 یا 14 12 یه کوچیک میشه ولی 12 خوبه 12 یا 14 باشه وقتی که این 14 شد زیر عنوان سه منم هم اندازه همین نرمال من 14 است ولی بی تیترش میکنم زیر عنوان دومم رو میکنم بی تیتر 16 از عنوانم همون میکنم بی تیتر 18 و حالا تایتل هم که خب خیلی بزرگتر هستش البته اینا باز دست خودتونه پاراگرافش هم من میام تغییر میدم الاینمنتش رو جاستیفاید میکنم خب این هم میکنم دیگه رایت تو لفت اوکی خب درست شد البته یادم رفت که اندازه بین پاراگراف ها رو درست کنه دوباره میریم توی پاراگراف این افترشو گذاشته هشت توی کتاب اصولا میگن سینگل بذار و اینم حتی صفر بذار و خاطر اینکه زیر عنوان ها فاصله هاشون رو درست میکنه ولی خب من خودم خیلی وقتا با فاصله بین دو پاراگراف شیش راضی ترم ولی بعد از هر پاراگراف که یک فاصله ای داشته باشم خب این عنوان درست شد. نرمال درست شد و اگر ادامه دهیم بر اساس این استایل نوشته می شن. خب فرض کنیم الان نها کنیم فاصله انداخته بین دوتا پاراگراف فرض کنیم که من اینجا به هم خورده به هر دلیلی و شده مثلا آریال چی؟ آریال خب الان فرض کنیم متن زیادی نوشتم و اینطوری شده و میخوام درستش کنم فقط کافیه بیام اینجا بزنم رو نرمال بعضی وقت درست نمیشه اصلا همون قسمت رو بگیرین بگین آقا این نرمال بشه خب و نرمالش کنیم پس استایل تعریف استایل ها رو متوجه شدین حالا من دیگه تک تک نمی سازم و به صورت کلی میام توضیح میدم این استایل تایتل هستش که با هم دیدیم این عنوانه وقتی که من نرمال رو درست کردم خب توجه کنید من بین نرمال ها یه نیم فاصله گذاشتم باسه این دنش توی این قسمت اگر بریم نحوه تعریف پاراگرافش رو ببینیم نیم فاصله گذاشتم چرا؟ به خاطر اینکه اگر یادتون باشه پاراگراف ها اولین پاراگراف هیچ فاصله ای نداره با ابتدای صفحه اونم جمله کلمه اولش اما از پاراگراف دوم دو بعد باید... یعنی اینم نباید فاصله داشته باشه آها اه اینجا مثلا میشه بذار پاراگراف اول هیچ فاصله نباید داشته باشه اما از پاراگراف دوم دو حدود نیم فاصله باید وجود داشته باشه توی مقاله بهتره اصلا این فاصله رو نذارین خب ولی توی کتاب بهتره که بنویسیم و اینجا من این نیم فاصله رو دارم چرا حالا تو استایل نرمال تعریف کردم به خاطر اینکه خب من داشتم کتابی رو می نوشتم ترجمه می کردم و خیلی از پاراگراف‌هامو و این فاصله ها جا افتاده بود و تعریف نشده بود از اونجایی که تعداد پاراگراف هایی که چسبیده به عنوان کمتر هستش من اول این فاصله رو تعریف کردم و باسته اینا این فاصله رو حذف کردم که بعدا اگر خواستم مثلا همه رو کنم یه تغییر نرمالی بدم حداقل تعداد کمتری از وقتم تلف بشه واسه اینکه اینا رو درست کنم یا چشم از چشمم پوشیده بشه خب این از این پس نرمال رو تعریف کنیم بعد میایم هدینگ یک کلیک راست میکنیم مودیفای رنگش رو پیش فرض ورد هستش ولی خب من خواستم تغییر ولی تو همه جا مشکی بزنیم واسه مقالات خب اومدم بی تیتر 16 همونطور که بهتون گفتم و سایز تایمز نیو رومنز رومنز 14 انتخاب کردم چرا گفتم 18 هیدینگ 1 و هیدینگ 2 رو 14 گفته بودم بخاطر من اینجا هیدینگ 3 دیگه ندارم و به همین دیگه لزومی نداشت که اونو چیز بکنم یه شماره اومدم کمتر کردم و اینو برابر بر با نوشتارم کردم فکر کنم حالا فرق خاصی هم نداره خب اون دست خودتون هستش و هدینگ یک رو تعریف کردم بعد اومدم موقع این هدینگ دو رو تعریف کردم و مودیفای کردم و فونت و پاراگرافش رو درست کردم اوکی؟ خب حالا شماره دهیش رو چی کار کردم دستی ندادم شماره دهیش رو نها اینجا خاکستری میشه از این شماره ها استفاده کردم ولی در واقع توی این قسمت اومدم اول این رو انتخاب کردم این, این تغییر کردش بعد اومدم باسه اینکه گفتم نها کنین از هدینگ یک شروع کن یک بزن هدینگ دو یک یک, سه. یک. یعنی وابسته به عنوان ها باشه شمارایی که میخوام بزن اما تو فارسی ذره نقطه نمیزنه بعد میزنه مثلا اینجا واسه من داره اسلش میزنه واسه خیلی ها ویرگول میزنه من میام چیکار میکنم یه دیفاین نیو مولتی استایل میکنم واسه هدینگ یکم هم از همین شماره یک دو سه برو الی آخر واسه هدینگ دوم میگه دات بذار من میگم داد نذار اینجا نگاه کنید بهتر که همینطوری تغییر بدیم خط تیره بذار بینشون چون انگلیسی هست اصلا معنا خراب کردم اینو کلا دلیت میکنم خب فقط چون بر اساس انگلیسی هست باید پیش و پسش و حواستون باشه من اگه یک رو اینجا انتخاب کنم میگه شمارنده یک دو آخر بذار خوب بعد خط تیره میذارم و میگم از لول یک استفاده کن لول یک استفاده کن و هر چی که اون باشه مثلا یک دو سه این میشه بعدش یک 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 یک, یک دو یک سه بعد هدینگ مثلا عوض شده شده دو دو یک دو دو همینطور میره الاخر و اوکی میکنم و توجه کنین اینجا خط تیره قرار داده ولی بعدش خط تیره قرار نشد من دلم میخواد بعدش هم بذارم یک 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 دو شده میبینین یعنی این رو خونده از لول قبلیش اولی رو خوب. و اینجا خود شمارنده یک سه گذاشته اگر برم توی هدینگ دو این شده دو اینم میشه دیگه دو اینم از یک شروع میکنه دو یک دو دو آخر و واسه هدینگ 3 و غیره همینطور درست کنم من چون تا هدینگ دو داشتم دوباره دیفاین مولتی لول بزنم هدینگ دو داشتم یه تا دو رفتم نه اینجا اینطوری تعریف شده ولی اینجا درست اومده من یه دونه قبلش میذارم خب اوکی که میکنم نه این برش اومده خب یه ذره به خاطر فارسی انگلیسی بودنش تو اینا دقت کنید سیاه خطا هستن خیلی جاها باید بکنید متاسفانه خب اینجا اگه بذارم الان بازم بد شد خب برم define new level این ورش هم این ورش هم امتحان کردیم میمونه این طرفش اینجا میمونه این حالا اوکی میکنم ای بابا mm با یک اینش بزنیم بیاد دیگه درست شد خب و خط تیره اومدش این از تح... نحوه تعریف استایل ها و شماره ها حالا یه توضیح کوتاهی من بر اساس خود ساختار مقاله میدم عنوان گفتیم مشخصات نویسنده بذارین من صفحه اول مقاله رو از روی شکل واسهتون تعریف کنم توجه کنین اینجا تو این قسمت عنوان مقاله میاد یه فاصله ای باید داشته باشیم بعد نام نویسند اول دوم و سوم میادش به همراه مشخصات که به اینها میگن مشخصات نویسنده نیم ان افیلیشن و حالا من اینجا تعریف کردم که دقیقا چه مواردی بیاد ولی باز بسته به اون مجله داره که مقالتون رو داریم میفرستیم ما اول به صورت همین کلی می نویسیم و بعد بر اساس اون مجله ساختارمون رو درست میکنیم تعریف شده ها. که چه دپارتمانی هستش ایمیلشون چی هستش و شما تماس بعد یه خلاصه ای از مقاله باید بیادش خود خلاصه نوشتن بعد یه تعداد محدودی کلمه داشته باشه که اون مجله تعریف کنه اون تعداد محدود رو بعد به صورت کلی تعریف کنیم که تو این مقاله چه مسئله ای تعریف شده و ما چه م... مشکلی رو حل کردیم و به چه نتیجه رسیدیم که حالا اینجا من تو این پاراگراف توضیح دادم که چه مواردی باید وجود داشته باشه بعد کلید واژه یا کیورد میادش که اینجا میایم کلمات کلیدی مربوط به این مقاله رو تعریف میکنیم که این مقاله در مورد اینونتوری کنترل سینگل پریود مارکت استراتژی توش هست و غیره بعد اینکه اینا رو تعریف کردیم مقدمه مقاله میادش که اینترودکشن هستش و توی مقدمه که تو بخش بدنه اصلی مقاله در واقع از اینجا شروع میشه وقتی که دارین مقاله می نویسین اول از مقدمه در واقع شروع اصلا میایین اول مسئله خودتون رو بیان میکنین و حل میکنین به نتیجه میرسیم و بعد میایین حالا می شروع میکنیم به نوشتن مقاله اون وقتی که میایین اول مقدمه مقالتون رو می نویسین که میاد تعریف میکنه که آقا اصلا مقاله من در چه من موضوع هستش مسئله چی بودش و غیره که زیر مجموعه مختلفی داره بیان مسئله هستش که مثلا این یعنی زیر مجموعه مقدم است مثلا ما تعریف میکنم چرا مهمه یه چنین مسئله و چرا حل شدنش مهم هستش و چرا باید بررسی بشه و بعد میام میبینم چه اشخاصی و چه مقالاتی روی این زمینه کار کردن و به چه نتایجی رسیدن و وقتی که این مقالات رو بررسی کردم متوجه میشم که یک خلایی وجود داره یک مشکلی وجود داره یک موردی هستش که قد قبلتر به اون بررسی اون مورد بررسی قرار نگرفته یا زمان نذاشته که بررسی بکنم به خاطر همین من اومدم توی این کار خودم این خلل رو برطرف کردم و اومدم این خلل رو شناسایی کردم و سعی در برطرف سازیش کردم بعد اینکه اینا رو توضیح دادم در انتهای مقدمم ساختار ادامه مقالم رو میگم ادامهش رو میگم در واقع که از چه بخش ها و عنوان هایی تشکیل شده و هر کدوم یک جمله توضیح میدم و بعد میرم سراغ کار اصلی که انجام دادم از چه روشی اومدم اینا رو مثلا رو حل کردم چه روش تغییر رو انتخاب کردم و چطور اومدم مثلا تعریف کردم و اونا حل کردم که برای این کار میام میگم آقا از چه ابزارهایی از چه طریقی من اطلاعات و داده هام رو جمع وری کردم از طریق پرسش نامه بوده مدل سازی کردم رفتم اونجا یه اکسپریمنتی ران کردم که از طریق نمونه برداری بوده و غیره که نحوه اطلاعاتم و ها اومدم حتی از طریق میتونم اینجا نمودار استفاده کنم و مدلم رو تعریف کنم گراف بکشم و حتی جدول ارائه بدم بعد اومدم گفتم وقتی که این اطلاعات جمع آوری شده چطور تجزیه تحلیلش کردم روش نحوه تجزیه تحلیلم و چطور اومدم این کار رو مثلا حل کردم چرا این روش من مناسب هستش حالا اینا رو من اومدم تفکیک بیشتری کردم ولی در واقع دیگه خیلی به هم نزدیک میشن به طور مثال من وقتی که دیتا هامو جمع آوری کردم از طریق پرسش نامه اومدم از طریق روش آزمون فرض یه سری فرضی مدل من اون فرض هایی هست که گرفتم روش جمع آوری اطلاعات هم از طریق پرسش نامه بوده به طور مثال که خیلی الان هستش و اومدم از طریق روش آماری آزمون های فرض تی ستیودنت به طور مثال اونو حل کردم و به جواب رسیدم حالا و بعد میام اون جوابهایی که به دست آوردم توی اون مدلم که باستا پیدا کرده رو ارائه میدم و میگم به طور مثال این فرض رد شده این فرض قبول شده یه سری جدول ارائه میدم که به طور مثال حالا تو اون جدول میتونیم بگیم که مثلا آزمون فرض چه نتیجه ای رو داده مثلا تو پی ولیوش چقدر بوده آیا به ازای هر کدام از این مدل ها مثلا این پی ولیو به دست اومده به خاطر همین نمیتونیم اینو رد کنیم میتونیم رد کنیم و غیره و میام در مورد این نتایجی که به دست آوردم صحبت میکنم تفسیرشون میکنم یه مقدار میگم خب یعنی این نتیجه به دست اومده به خاطر همین الان من با احتمال خیلی زیاد این قضیه رو ردش میکنه و حالا که این قضیه رو رد شد در واقع مثلا این نتیجه رو میتونیم بگیریم این طریق هستش این به دست میادش اینطوری هستش و در آخر این عنوان جدا میشن نسبت به کل مثلا فرض کنین این قسمت آره تا روش تحقیق خب همش تو یک ساختار هست که ساختار اصلی مقاله من هستش و عنوان و زیر عنوان مربوط به اون مثلا هستش و قسمت مقدمه یه عنوان باید حتما باشه توی مقالات به عنوان مقدمه و یک چیزی به عنوان مرادبیات حالا خیلی جاها مرادبیات رو جدا میکنن و بعضی جاها هم میبینیم که جدا نمیکنن و تو همون مقدمه میارن ولی اکثریت موارد میان مرور ادبیات رو یک عنوان جدا باسهش در نظر میگیرن بعد این دیگه دست خودمون هستش که چطور جدا کنیم ولی ولی این ساختار نوشتار رو باید با سین رعایت کنیم که بگیم چطور جمع آوری چطور تجزیه تحلیل کردیم یه بحث و صحبت در موردشون بکنیم و در آخر باید یک نتیجه گیری حداقل یک یا دو پاراگراف نتیجه گیری در مورد کاری که انجام دادیم و نتیجه نهایی که به دست آوردیم رو بیاریم و بگیم که ما این مسئله رو حل کردیم به این نتیجه رو رسیدیم و این خلل رو برطرف کردیم و این موارد هم میتونه بعدها توسط های نگان حتی حل بشه و یه سری موارد و در آخر از منابعی که استفاده کردیم رفرنس هایی که استفاده کردیم رو به صورت فهرست و لیست ارائه میکنیم که در آخر مقالات مشاهده کردیم حالا اگر بخوایم یک نمونه مقاله رو بهتون نشون بدیم میتونیم بریم توی سایتی به نام ساینس Direct که باسه الزویر هست خب و توی اونجا در زمینه مثلا ای که می‌خوایم حالا لیترچر review که میخوایم در بیاریم سرچ کنیم یه سایت معروفی هستش که میتونیم ازش استفاده کنیم و حالا تو اینجا البته اکثر مقالات پولی هستش باسه دانشگاه ها اون پول پرداخت کردن و تو دانشگاه ها ما میتونیم مقالات رو به صورت رایگان دانلود کنیم اما بعضی از مقالات هم رایگان پیدا میشن وی پی و به صورت رایگان اونا رو تهیه کنیم خواستم یک نمونه مقاله بهتون نشون بدم که متاسفانه سایت ها اومد بالا خب این سایت ساینس دایرکت هستش کیبورد ها میبینیم که اینجا خیلی کمک میکنه به طور مثال من مقاله ای که نوشته بودم در مورد مسئله نیوز بوی یا کنترل موجودی تک دوره ای بودش که حالا همین هم سرچ میکنم که بتونم یه مقاله ای رو پیدا کنم یکم طول میشه میخوام فقط یک ساختار مقاله خودتون هم سرچ کنین اکثریت دیدین که مقالات به چه شکل هستش و بهتره که برین چند تا مقاله رو ببینین ساختارش رو نگاه کنین اونا رو بخونین ببینین این نکات های رعایت شده یا نشده و چطور بوده حالا تا این لود بشه من میام اینجا یه قولی که بهتون داده بودم این فرهست منابع که حالا گفتم اصولا اینجا نمیذارم بر فرض مثال فر... میایم اه... اینجا براش یک فرهستی رو قرار میدیم نحوه فرهست گذاری رو خب میام تو قسمت رفرنس تیبل آف کانتنس یه فهرست قرار میدم انتخاب میکنم این خودش میاد به طور زیبا اونها رو میچینه اینم که چیز کرده میکنم فهرست انگلیسی فهرست خب اینم میام آ... تیترش و یک فرست زیبا به ما میده اگر من اینها رو دوست ندارم که به این شیوه باشه خب توی رفرنس تیبل آف کانتنت موارد دیگه هم هست خب میتونیم انتخاب کنیم یا حتی بسازیم اما من ریکامند نمیکنم. همین از همه بهتره فوقش مثلا بیاین آقا من از این فاصله ها خوشم نمیاد دستی دیگه اینا رو تغییر میدیم مثلا اینجا که من فاصله رو میزنم اینجا میام یه تب میزنم بعد خودش میره جلو اینم یه فاصله میکنم یه اول یه فاصله میذارم بعد خودش درست میکنم خب اینجا هم همینطور میام اینا رو دست بعضی جاها خوب تشخیص نمیده انگلیسی تشخیص میده اونا رو اونها هم میام دستی درست میکنم اون موارد رو بهتره که دستی درست کنم و زیاد چیز حتی فونت رو هم مثلا من اگه آپدیت کلی کنم ناکنین من اینتایر تیبل مثلا یه سری تغییرات دادم آپدیت کنم راست چین وسط چینش رو تغییر داد من میام اینو کلش رو سلیکت میکنم به این طریق راست چینش میکنم خب کنترل شیف راست رو میزنم راست چین میشه و ناکنین الان عددهای من انگلیسی شده تو این و دوباره آپدیت تیبل فقط پیج اونلی خودش میاد فارسی میکنه بعضی چیزها هم مجبورین دیگه دستی در عوض کنیم ولی خب بهتر از اینه که بشین عنوان ها رو تک تک بنویسیم و بعضی از ویژگی های اونم هم توی کاستوم تیبل اف کانتنت میتونین تغییر بدیم مثلا من اینجا تعریف کرده شو لول 3 یعنی تا هیدینگ 3 بیا من میگم نه تا دو بیا نه فقط یک رو نشون بده اگه یک رو بزنم اوکی okay, که میکنم یه ریپلیس کنم فقط هیدینگ یک رو به من داره نشون میده اینجا میبینین دیگه دو آر رو نشون و فرست من خیلی کوچیک شده و اینو سلکت میکنم کنترل شیفت دوباره آپدیت میکنم و فقط نمبرز اونلی این دفعه انتخاب میکنم و هیدینگ های درست میکنه و داره اینم نحوه قرار دادن فرست خب میم اینجا بله این مقالات اومدش من یه مقاله فری اگه بتونم اینجا با پیدا کنم که نشون بدم اینا این فری هستش خب پی دی افش رو میزنم رندم فیوزی دیمند دیمند نیوز بای پرامپ این مقاله رو مستمند من سرعت اینترنتی ما خوب تو توی قسمتی که حالا ساینس در نشون میده عنوان مقاله این مشخصات نویسنده حالا شما که بخوایم بکنیم جایی که دیپارتمانی که هستن دانشگاهی که هستن و غیره اون خلاصه و کیورد و رفرنس ها رو داره نشون میده به من که واسه اکثر مقالاتش نشون میده و اگر اینو دانلود کنیم خب آره او میتونیم ببینیم که حالا این نام مجله هست که به ما مربوط نمیشه اینجا عنوان من میاد نویسنده میادش خلاصه این مقاله کیورد ها همون مقدمه و بعد اینترودکشن من توی اینجا ناکنین این مقاله جدا نکرده اما اگه توجه کنید چقدر رفرنس داده هر جا که پیشت این رفرنس ها رو داده مرور ادبیات بوده تو اینجا خب و حالا اینجا خیلی کم در مورد مقدمه و مرور ادبیات صحبت کرده که این اگر شما همینطوری بنویسین خیلی سخت میتونین پذیرش بگیرین واسه مقالاتتون توی مجلات مرف بعد اومده مسئله اصلی رو وارد شده تعریف حالا نمادها رو آورده مسئلهش رو تعریف کرده مدلش رو فرضیاتش رو آورده اثبات کرده کار ریاضیاتیش رو انجام داده و بعد اومده در آخر یک نامریکال اگزمپل داده و در موردش بحث داده این البته مقاله ضعیفی است و بخاطر رایگان هم با سمی گذاشتنش دیگه ولی خب مقالات بهتر بدونی خیلی تر است این مقالات خلاصه و بعد در نهایت اومده کانکلوژنش رو آورده و نتیجه و در نهایت رفرنس اون رو به صورت فهرستوار آورده که ما در جلسه بعد در مورد فهرست جدول قرار دادن و عکس ها هم صحبت خواهیم کردش ممنونم من از توجهی که داشتین امیدوارم مفید واقع شده باشه خدا نگهدار